بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. به نام خدا و با سلام و ادب و وقت بخیر حضور شما بیننده‌های عزیز، خانواده گرامی و هموطنان ارجمند، افتخار دارم که باز هم سعادت نصیب شد تا از طریق برنامه اخلاق در خانواده در منظر شما باشم. شما بیننده‌های عزیز، تماشاگر برنامه 120 اخلاق در خانواده هستید که از طریق شبکه جهانی تلویزیون امید 24 از شهر تورنتو کانادا به وقت کانادا سه شنبه شب ها از ساعت 8 الی 9 شب پخش و نشر میشه. امیدوار هستم هر کجای دنیا که هستید همیشه خوب و خوش و آرام و سرحال باشید و از امنیت کامل روحی و روانی برخوردار باشید. با این امید میپردازیم به برنامه امروز و این هفته اخلاق در خانواده. برنامه اخلاق در خانواده کماکانه که استظهار دارید، همونطوری که عرض کردم، روزهای سه‌شنبه از ساعت 8 الی 9 شب با وقت تورنتو کانادا پخش میشه و این برنامه تا سه‌شنبه آینده امکان داره که چند بار تکرار و یا بازپخش داشته باشه. ضمن شما میتونین سر فرصت های مناسب برنامه اخلاق در خانواده را از طریق یوتیوب و یا فیسبوک نیز بیننده باشید. محور اصلی صحبت های ما از چند هفته به این طرف باز هم مسائل در رابطه با خانواده بود و یک سری فرمول های را تحت عنوان رمز و راز خوشبختی و سعادت استحکام روابط خانوادگی یا روابط زن و شوهری ایره آغاز کردیم از چند هفته به این طرف که سر بعضی مسائل صحبت داشتیم که اجمالا سطحی یک مروری می داشته باشیم تا به اصل برنامه امروز برسیم. این فرمول هایی که رمز و رازهایی که باعث خوشبختی و سعادت خانواده ها میشه و استحکام روابط زناشوهری را مسجل میسازه، اینها معمولا به شکل ابسترکت یا تجرید هستند، یعنی مجرد هستند، وجود خارجی ندارند، ولی خیلی شدیداً مورد نیاز خانواده‌های عزیز ما هستند که این رمز و رازها و این تکنیک های خوشبختی خانوادگی را یا فرمول های خوشبختی خانوادگی را اینا بفهمند و ایره برای خود سرمشق در خانواده‌های خود قرار بدن که خانواده همیشه یک نهاد است که البته یک اجتماع کوچک از جوامع بشری ما و شما هست و در اصل زهدان جامعه انمی خانواده هست یا به حساب امور خانوادگی که متشکل از زن و شوهر هست و اجتماع کوچک خانوادگی هست که اجتماعات بزرگ جامعه بشری را تشکیل میده. فلحاظا هرچند سر اهمیت مسئله خانواده صحبت چه، باز هم ناکافی خواهد بود و حق مطلب را ادا نخواهیم کرد. اون رمز و رازها و فرمول هایی را که بحث میکنیم در برنامه های اخلاق در خانواده، اینها عرض کردیم که وجود خارجی ندارن. مثلا عشق است، محبت است، صمیمیت است، دانش است، احترام هست، اعتماد هست، اینا هیچ کدوم وجود خارجی ندارن، ولی اینا ملموس هستن، محسوس هستن، احساس شدنی هستن و هر کدوم به جای خود، به موقع خود از اهمیت بسزای برخوردار هستن. خوشبختی، وقتی ما صحبت از عشق میکنین، از خوشبختی و محبت صحبت به میان میارین، نه عشق دیدنیست
و نه خریده نیست، اما احساس کرده نیست، لمس کرده نیست. و تمام شیرازه زندگی یک خانواده مبتنی بر عشق میتونه استوار باشه. عشق نباشه زندگی توی خالی هست. و عشق نه تنها در مسائل امور خانوادگی، بلکه عشق به الوهیت، عشق به ربوبیت، عشق به همسر، عشق به والدین، به فرزند، به شغل، به محیط، به طبیعت و صداها عشق دیگه هست که اینها هیچ کدام از اینا وجود خارجی ندارن. شما اینا رو به چشم دیده نمیتونن، اما حس کردنی هستیم. اگر برخورد عاشقانه با شما صورت بگیره، شما این رو حس میکنین، اما دیده نمیتونن ولی حس میکنین. اگر یک حرف بی منطقی از کدام کسی شما میشنویم، او حرف او ممکنه که او دیدنی نباشه، چون وجود خارجی نداره، تجرید هسته. فلازا او را حس کردنی هستیم، درک کردنی هستیم. به همه حال پس تمام امور زندگی مبتلی بر خوشبختی او خانواده است. و انسان چقدر میکشه، زحمت بکشه در ابعاد مختلف زندگی تا زمانی که بتونه یک زندگی آرام، مستری و خوشبخت را سرهم بکنه. و اینه که ما در این برنامه اخلاق در خانواده از مدت به این طرف که بعضی فرمول ها و یا رمز و راز های را مطرح میکنین که به حق میتوان گفت اینها کلید های خوشبختی و استحکام رابطه زناشوهری را تعیین میکنه. ما در جلسه قبل سر مسئله عشق صحبت کردیم، سر مسئله جلسه بعدش سر مسئله احترام بین زن و شوهر، عشق بین زن و شوهر صحبت کردیم. اما خانواده چرا ارزش داره؟ به خاطر از که عرض کردیم که زهدان جامعه هسته. یعنی هر چیزی که شما به جامعه بزرگ میبینین اولش از خانواده نشأت میکنه. اگر خانواده سالم باشه، احتمالاً جامعه سالم تر را شما خواهید داشت. اگر خدای نکرده ناسالم باشه، خب محیطی که در او زندگی میکنین امکان داره ناسالم باشه. پس به طور کل ما اگر از لحاظ باورهای دینی و ارزشهای دینی هم مسئله را بررسی کنین، خانواده یک نهاد مقدس هسته، یک اجتماع کوچک مقدسی هسته که ما حدیث داریم، ما بنای بناء فی الاسلام احب الی الله من التزویج. هیچ بنای، هیچ نهاد، هیچ تأسیسی ارجحتر و برازندتر و خوبتر از نهاد خانوادگی نیست. فلازا این یک نهاد، نهاد مقدس است. و هم از نقطه نظر عرفی اگر ما فکر کنین، خانواده وقتی که زن و شوهر به سن قانونی خود میرسن، از نگاه عرفی ازدواج میکنن، یعنی همین خانواده را میسازن. و از نقطه نظر طبیعی هم همچنین، از نقطه نظر عرفی میفهمیم که همیشه هر نفس را هم نفس لازم داره، هر سر را هم سر لازم داره، یک امر طبیعی است. و عرف هم این چیز را میگه. و در طبع خود انسان ها هم همی هست که تمام بشر به اثر ازدواج وجود آمده. اگر همین ازدواج نمی بود، تشکیل خانواده نمی بود، امروز نسل بشر رو به انقراض بود و بشر هم مسلماً وجودی نمی داشت. فلذا خود خانواده کانون مهر است، کانون محبت است، کانون سعادت و خوشبختی است و کانون مهرورزی و فداکاری است. همسرها نسبت به هم دیگر، ولی این خوشی، خوشبختی و سعادت خانواده ها به دست خود زن و شوهر ها است، به دست خود خانواده است. انسان
همیشه در محیط ها تجربه شده که هر ناراحتی که از بیرون کسب بکنه، چی از لحاظ شغلی باشه، چی از لحاظ تحصیلی باشه، چی از لحاظ مراودات اجتماعی، سر و کار داشتن با مردم و با ده ها مسائلی هست که بشر روزانه به او توأم هست، به او به تماس هسته، فلحاظا این مراودات اجتماعی و این داد و ستد هایی که در جامعه بین افراد جامعه وجود داره، چه از لحاظ عرض کردم تحصیلی باشه، چه از لحاظ شغلی باشه و حتی در تفرجگاه ها، اینا همه ممکنه یک سری استرس های برای ما به بار بیاره و این استرس ها، این تنش ها، این فشار های روحی و خستگی های روحی و افسردگی هایی که ما در طول روز از محیطی که به او سر و کار دارین، با اجتماع سر و کار دارین، کسب میکنین، فقط زمان ما آرامش پیدا بکنین که ما با آغوش خانواده پناه ببریم و زمانی که با به داخل به خانواده میرسیم، اونجاست که خانواده کانون آرامش است، محبت است، صمیمیت است، مودت است، باید باشه و انسان هر خستگی که از بیرون داره، هر ناراحتی که داره، ولی به همی امیدوار است که میره به خانه و یک لحظه ریلکس میکنه، آزاده و راحت تنفس میکنه و پس خانواده محل آسایش و آرامش و محل عشق و کانون مهر و محبت است. هر غمی که به بیرون آدم داشته باشه بتونه به درون خانه اونه مطرح بکنه، آزادانه و راه حل پیدا کنه و خود تسکین بده. فلحاظا خوشبختی خانواده چیزی نیست که کسی او را دوست داشته باشه. هر کس در هر سطح و در هر سویه و به هر پیمانه که باشه دوست داره خوشبخت باشه، دوست داره خوشبخت زندگی کنه، دوست داره خانواده خوشبخت داشته باشه، به آغوش خوشبختی رشد و پرورش پیدا کنه. اما این خوشبختی بعضی ها شیوه های خوشبختی را درست متوجه نیستن، پرنسیپ های خانوادگی، آیین زندگی، آیین خانوادگی اینها را درست دقیقا متوجه نیستن و یا اون فهم و آگاهی نظم و دیسپلین خانوادگی برایشان متصور نیست. فلحاظا اینه که نیاز به ایست تا انسان سر یک سری مسائل غور بکنه، تعمق بکنه که این کانون مهر و محبت و آسایش و آرامش را خدا نکرده خدشدار نسازه، برهم نزنه، شیرازه زندگی را در هم از هم نپاشانه. و اینه که چه هست؟ به طور مثال همه مردم بلد است که زندگی بکنند، زندگی بر روال عادی زندگی میکنند، حالا یا خوب یا خراب، اما بلد نیستند که زیبا زندگی کنند. زندگی کردن خودش عادته، بر مبنای عادت هر کس زندگی میکنه، اما زیبا زندگی کردن فضیلته. خب به هر صورت ما آرزوی ما همینه که بتوانن خانواده‌های ما زیبا زندگی کنه، با یک آرامش زندگی کنه، با خوشبختی زندگی کنه. برای همین مسئله است که ما بعضی رمز و رازهای خانوادگی ره یا فرمول‌های خانوادگی یا کلیدهای خوشبختی خانوادگی ره ما اینجا مطرح میکنین و تقریبا به ترتیب که شما دوستان عزیز، خانواده‌های گرامی به این قسمت عطف توجه بفرمایید و ایر به یقین بدانن هیچ خرج و بصرفی هم نداره، اما گوش شنوا انسان داشته باشه و یک کسی که در یک رشته، در یک شغل مهارت داره یا تجاربی داره، اندوخته هایی داره، زحمت میکشه، اونا رو آماده میسازه و بعد به یک پروگرام او رو مدغم میکنه و به اختیار بیننده های عزیز و خانواده های گرامی قرار میده. من فکر میکنم که آری از ارزش نخواهد بود و باید در این مختصر لحظاتی که شما بیننده برنامه هستید شما سراپا توجه بفرمایید و من مطمئنم که همه این رمز و رازهای خوشبختی ره همه شما کماکان بلد هستید، میدانین، اما
چی بهتر که اگر تکرار میشه، یک پالش میشه، بعد او تکرار احسن است و بیشتر عطف توجه به او صورت میگیره که تکرار احسن به او گفته میشه. بر صورت پس خانواده عزیز، خانواده زندگی، خانوادگی مهارت های خاص لازم داره. خیلی چیزهایی هست که باید به زندگی، ظرافت هایی هست که آدم به او توجه بکنه. درسته تفاوت های فردی بسیار زیاد هست، ولی آیا میشه که همراه این تفاوت های فردی که هر فرد یک سری تفاوت های در وجودش هست، همچنان که شخصیت هر انسان فرق داره، آیا میشه خدا انسان در تضاد قرار بده و اون هم با همسر زندگی خود؟ که بدن او ره خوبه که بتانه با آرامش، با طیب خاطر و مسائل را دنبال کنه و تقریبا یک مقداری هم گذشت باشه و درس باشه تا بتانه آدم و فضای داخل خانواده را آرامتر و سالمتر نگه داره. خب اینه که میگن زن داری و یا شوهر داری یا همسر داری خودش یک جهاد است و در واقع جهاد اکبر است و برای هر همسر لازمه که در خانواده خود در این قسمت یعنی عطف توجه بکنه. اگر بعضی میسینگ ها یا شارت کامینگز یا بعضی قصوری در او هست، در شخصیت هایش هسته، باید اینا را آهسته آهسته و کم کم اینا را از بین ببره و بتونه به یک فضای آرامتر و خوبتر و سالمتر پا بگذاره تا بتونه همو فضای داخل خانوادگی خود تغییر بده. سابق ازدواج ها طوری بود که فقط به سن قانونی که دختر و پسر می رسیدند ازدواج هدف بود، اما امروز اگر عمیق بشیم به شرایط فعلی، ازدواج هدف نیست. به پلوزی که ازدواج هست، زندگی هدف است. استایل زندگی، اسلوب زندگی، شیوه ها و روش های زندگی، ظرافت ها و لذکت هایی که در زندگی بکاره، آیین و پرنسیپ های زندگی، باید یک مقدار دانش و اندوخته های برای ازدواج قبل از ازدواج داشته باشه. برای همیه که ما همیشه پیشنهاد و توصیه ما برای خانواده های عزیز اینه که جوان شما را که میخواین ازدواج بدین، قبل از ازدواج کوشش کنین یک جلسه مشورتی با یک کارشناس داشته باشین، همراه والدین دو طرف، همراه پسر و دختر، تا بعض نقطه نظرهای که نیاز زندگی آینده این جوره مزدوج هست، اینا را بتونه آدم برای عروس و داماد یا برای جوانا گوشزد بکنه تا اینا بیشتر احساس مسئولیت به مسیر بسیار بزرگ زندگی خود داشته باشند. متاسفانه که کمتر توجه میشه و فقط ازدواج را هدف فکر میکنن، اما تنها ازدواج هدف نیست، بلکه شیوه های زیبا زندگی کردن او هدف است و دارای فضایلات و کمالیات عدیده خواهد بود. برنامه قبل ما اول فرمولی که برای رمز خوشبختی خانواده متصور بود در جلسه قبل، در چند جلسه قبل عرض کردیم که وی عبارت از عشق است، لوف است، عشق واقعی است، نه عشق رومانتیک. و اون عشق از تمامی جهات قابل تایید است، برای خصوصا در خانه و در خانواده که یک نوع تسکین روحی و روانی برای انسان است، پرورش روحی و روانی برای انسان میده و از نقطه نظر طبی و طبابت وقتی آدم با عاطفه، با عشق، با محبت، با علاقه برخورد میکنه، تمام سلول های مغزی انسان شاد میشه، افرازات بسیار خوب، مثلا سیروتونین یکی از مواد کیمیاوی مغز است که وقت انسان شاد است، خوش است، سیروتونین در مغز ترشح میکنه که این ضد افسردگی است و به همین قسم
این اندورفین که است ماده دیگر در مغز است که ای واقعا درست مثل مسکن عمل میکنه، در صورتی که آدم شاد باشه یا شاد بسازه یا خوشتب باشه و مهرورز باشه با وفا باشه. و به این قسم اکسیتوسین ماده دیگه هست که حتی این هورمون اکسیتوسین به معنای هورمون در آغوش گرفتن است. ما از قدیم الایام رس و برعی بوده از آبا و اجداد و نیاکان ما که مثلا دو نفر با هم می رسیدند دست بدادن با هم. دست خودش یک نوع انرژیزا است، انسان انرژی می گیره، بغل کشی می کردن، روماچی می کردن، اینا همه انسان انرژی می گیره و در همچو حال و احوالی که آدم قرار بگیره، یعنی شاد از قلب شاد هسته، اینه که هورمون های مغز ترشحاتش زیاد میشه به جهت خوشبختی، به جهت خوشی و لذت بردن از او، اینه که انسان انرژی بگیره. به هر حال یک بحث طبی است که خیلی طولانی هسته، وارد از این نمیشیم، از اصول برنامه ما بیرون است. این رمز اول خوشبختی در خانواده یا کلید اول یا فرمول اول که باعث استحکام روابط زن و شوهرها در خانواده میشه مسئله عشق است. مسئله دوبر که در جلسه دیگه مطرح کردن مسئله احترام است. احترام و تکریم خودش یکی از جمله شخصیت های بارز انسانی است، از ویژگی های هر انسان و هر کرکتر است، به شرط که ایره انسان جزء کرکتر خود بسازه. و احترام هیچ خرج و مصرف نداره، نه عشق به چشم دیده میشه، نه با محبت و نه احترام، و اینا همه وجود خارجی دارن، اما فوق العاده در خوشبخت ساختن فضای خانواده مؤثر هست. حتی احترام نه تنها بین همسر در خانواده، بلکه احترام برای دوستان، اقارب، خویشاوندان، برای در مراودات اجتماعی، همیشه هر انسان که انسان احترام میکنه به معنی عزیز که خودش قابل احترام است. شما اگر به کسی احترام میکنین ولو که او با او شکر رنجم هستین، اگر احترام میکنین به معنی از این نیست که خدای نخواسته شما نقطه ضعف داشته باشین در برابر از او، یا یک ترس و جبن چیزی باشه، نه این مسئله نیست. هر کسی که با کسی احترام میکنه در واقع خودش قابل احترام هست، شخصیت خودش قابل احترامه. شما اگه با همسر احترام میکنین به معنی از این نیست که خدا نکرده ابو کسر شان انسان باشه یا خوردی انسان نشان بده، نخیر، بلکه اینطور معنا میده که شما که با همسر خود احترام میکنین در واقع خود شما قابل احترام هستین. این سبقه احترام گذاری هسته که کوشش باشه که در این قسمت حرمت زناشویی شکسته نشه. و اینه که ما به بحث دومین فرمول خوشبختی خانواده را مسئله احترام مطرح کردیم و مفصل در جلسات گذشته سر صحبت کردیم. فرمول دیگه ای که امروز به برنامه میخوایم مطرح بس قرار بدم، خیلی جالب، مثل سایر فرمول ها و کلید های رمزی برای خوشبخت ساختن خانواده، مثلا نظام خانواده است. نظام خانواده همونطوری که از نامش مشخص است، از نظم و دیسپلین گرفته شده. یعنی شما در هر خانواده، اگر غنیترین خانواده باشه، ثروتمندترین خانواده باشه، که از هر لحاظ در رفاه باشه، اگر به داخل او خانواده نظم نباشه، در اونجا چیه؟ هرج و مرج و به حساب کیاس هست. در او خانواده که نظم نباشه، شما انتظار هر چیز میتونیم داشته باشیم. توازن و قدرت در خانه و خانواده رخت بر میبنده، انحرافات خانوادگی ممکنه به وقوع پیونده، خودشیفتگی ها به بار میه، شکر رنجی ها، انحرافات، به هر صورت و ده ها مسائل دیگه اتفاق میفته.
پس وقت نظام خانوادگی ما مطرح میکنن که فرمول سومی خوشبخت ساختن فضای داخل خانه و خانواده که باعث استحکام روابط زن و شوهر میشه، مسئله نظم و دیسپلین در خانواده است. به خانواده البته این به معنی از این نیست که رئیس و مرؤوس یا مدیر و مدبر و یا مادون و مافوق مطرح باشه، نخیر. این چیزی بین زن و شوهر یگانه چیزی که اگر به گذشته یاد شما باشه، اصلا معنا و مفهوم خانواده و ازدواج مشارکت است. مشارکت یعنی شریک شدن. مشارکت در کدام ساحات؟ مشارکت از بدن شروع میشه. مشارکت بدنی، جسمی، جنسی، مشارکت اقتصادی، مشارکت روحی روانی، مشارکت عاطفی، مشارکت اخلاقی، مشارکت پولی و ده ها مسائل دیگه است که این هم به حکم شرع، مسائل شرعی زن و شوهر مشارکت دارن، معنوس هستن، شرعی با هم هستن، حلال هم دیگر هستن، هم با حکم عرفی زن و شوهر با هم ازدواج میکنن، مشترکات میداشته باشن، هم با حکم طبیعی که دستور طبیعت که ازدواج امر حتمی است و تمام عالم و خلقت هستی بر مبنای زوجیت به وجود آمده. فلسفه پیدایش عالم و خلقت همین مسئله زوجیت است. خب به هر صورت که در ابعاد مختلف ما در بخش انسانات ما صحبت میکنیم، زوجیت در حیوانات، در نباتات، در پرندگان، در خزندگان، حیوانات بحری، در نباتات، گرد افشانی ها، حتی در جمادات، مثلا بارای بار مثبت و منفی، الکترودهای مثبت و منفی که برق به وجود میاره که بار مثبت و منفی باشه و صداها مسائل دیگه. شما این مسئله ازدواج زوجیت هست. ازدواج کلمه‌ای که اطلاق میشه به اونایی که جاندار هستن و بعد به دگاه ها جذب و انزجاب گفته میشه. جذب و انزجاب و عناصر گازات اینها که در واقع او هم جذب و انزجاب یک نوع ازدواج هست، ترکیب یک جا شدن اینا. به هر حال در بین زن و شوهر که میخواین نظامی در خانواده باشه، نظمی باشه، باید نه افراط باشه نه تفریط باشه، نه همسر که مرد هست نه آنچنان قلدر باشه و نه همسر که خانم هست آنچنان زبون باشه. افراط و تفریط در امور زندگی، در امور اجتماعی، در مراودات اجتماعی محکومی به شکست است. نه افراطش درست است نه تفریطش درست است. خب و این طبیعی است. اگر بین خانواده ها شکررنجی به وجود میاد، یک امر طبیعی است. Man is not perfect. انسان مکمل نیست در همه ساحات، در همه ابعاد. انسان ها تفاوت های فکری، روحی، جسمی اینها دارن، ولی با این تفاوت ها باید you have to cope with، باید با اینها غلبه کرد، باید اینها را حل کرد، این تفاوت ها را باید سر از اینها کار کرد تا تفاوت ها را به وجود خود مانوس کنه، بقبولانه. اگر تفاوت ها به شیوه های منفی باشه، راه های مثبت جستجو بشه، ولی نمیتونه انسان تمام زندگیار جوره پرفکت، جوره 100% اصلا هیچ وجود نداشته و نداره، به خاطر که تفاوت های فردی طبیعی است. به هر صورت اما این شکل رنجی هایی که بین خانواده پیدا میشه یک مسئله طبیعی است، میتونه بشه. شدت و حدتش به دست خود زن و شوهر هست و اونا هستن که میتونن کاهش بدن، میتونن مشکل خودشون به شکل کانسلینگ یا به شکل مشاوره بین هم دیگر، راز و نیاز داشتن با هم دیگر، این بین خود حل بکنن. هیچ پدرها، مادرها، خانواده اونها اصلا دخالت نمیتونم داشته باشم، مگر ای که مسئله حاد میشه و اون هم اشخاص حاذقی باشن و بعدن کار به جایی برسه که به یک کاردان، به یک شخص مسلکی مراجعه داشته باشن. به هر صورت و همین شکل رنجایی که در خانوادگی ها اتفاق میفته در واقع these are spice of life، امون نمک زندگی است. یک زمان آدم شکر رنج میشه، یک چند لحظه بعد آدم پس عادی میشه و با شیرینی خود زندگی پس به دست میاره. و این فکر نکنین زندگی ها همیشه پر زحمته،
پر جنجاله. وقت تشکیل خانواده آدم میده، تنها که هست دیگه نو مشکل داردم، ازدواج میکنه دیگه نو مشکل داردم. خب پس اینطور بنا میده که ام فلسفه اساسی زندگی مشکلات هست، چالش ها در زندگی هر کس وجود داره، جوره پرفکت و متوافق و اصلا وجود نداره. و اما همی که 70-80% 90% کمتر بیشتر با هم خوی اینا خاصیتشان طبعشان سازگار باشه، زندگی فوق العاده موفقی دارن، بسیار خوب هستن. و زندگی ها اونطور نیست که همه چیز به کام آدم باشه، همه چیز بر وفق مراد انسان باشه. ما از آموزه های دینی داریم طبق تعالیم دینی که لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان خلق شده با کبد، با زحمت، با رنج، با مشقت، و تا زنده هست انمی هر کس به شکل این زحمت و تکلیف با متناسبی که داره، با متناسب سن و سال و سویه و تحصیل و دانش، و تا زمانی که میمیره انسان با اینا در زد و بند است. برای ازی که میگن زندگی چیست؟ مبارزه هسته. مبارزه با چی؟ زندگی آرام که به درد نمیخوره. آب آرام باشه اصلا گندیده میشه، فاسد میشه. پس خود زندگی یک جریان هسته، باید او جریان داشته باشه. حالا یک لحظه انسان مشکلی داره، باز مشکل حل میشه، باز یک خوشی و سعادتی داره. ما به عقیده خود ما حتی بعضی وقتا که استرس آدم میکنه، ناراحتی پیدا میکنه، انگزایتی و ایگه پا، خب بحث عمیقی رو نمیریم که انگزایتی و اینا چه باشه، ولی استرس های زودگذر که میایه و پس مرتفع میشه، همین استرس ها خودش از نقطه نظر طبابت مفید هسته، اینا خودش یعنی مضر نیست. انسان بسیاری وقتا خیلی شرایطش دگرگون و واژگون میشه. به خاطر چی؟ به خاطر از اینکه زندگیش چیز بوده، زندگیش همیشه مرفه بوده، مرفه بوده، تیارخور بوده، آماده خور بوده، به حساب بادار بوده، دیگه بوده. اما مشکلات از این دیگه از یک گوشه کنار صحت از این وجود از این باز یک وقت بروز میکنه. یعنی اینطور نیست که انسان چه باشه. خیلی کسا هستن زندگی رو در نهایت تمول و ثروت و اینها قرار داره، اما شما وقتی که از عمق از خبر بشین، همین غذایی که ما و شما عادی میخورین، با والله قسم اوی که میلیاردر هست، ملتی میلیاردر هست، همین غذا را او نمیتونه بخوره، لذت هم او غذا را نداره. یا چربی خون داره، یا مرض قند داره، یا سرطان داره، یا مریضی های دیگه داره، مریضی های آلزایمر داره، مریضی های عصبی و ده ها مسائل مشکل دیگه در او هسته، او نمیتونه. پس ما از بمون داشته های خود قناعت کنین، ما شکر بکنین فضل خدا همه زندگی خوب هسته. ای که رنج و تکلیف و مشقات شما در دوره های زندگی خود شما به اون مواجه میشین، یک چیز امر طبیعی است، عادی است. طفلی که تا به بطن مادر است، خب او یک دنیای دیگر داره، اما وقتی متولد میشه با گریه زندگی را آغاز میکنه، داد میزنه، فریاد میزنه. و بعد از اون دوران طفولیت اگر گرسنه باشه، یعنی مبارزه میکنه با گرسنگی خود که غذا پیدا کنه، و بالاخره هم مبارزه از شروع میشه تا زمانی که سن جوانی و نوجوانی و سن میانسالی و پیری و کهولت و تا بالاخره مرگ، اینا با همه طبیعت همیشه درگیره. و اینه که انسان کاده و زحمت کش خلق شده، باید زحمت بکشه. و اگر هر چیزی که آماده و تیار بر انسان باشه، عرض کردم مثل آبی که راکت باشه و او گندیده میشه، خاصیت خود از دست میده. پس ما در زندگی اگر انسان زحمت میکشه نتیجهش میگیره، اگر تحصیلی میکنه نتیجهش میگیره، اگر یک کار انجام میده حتما نتیجهش میگیره، کار خلاف میکنه نتیجهش میگیره. خب بالاخره دنیا به طور عموم دار مکافات هست، به هر دست که بدی به همون دست نیز خواهی گرید. به قول مولانا، این جهان کوه است و فعل ما ندا، سوی ما آید ندا اندر ندا. به یک کوه صدا بزنین،
انعکاس به شما میه. پس every action has a reaction، هر عمل ره عکس العمل است. فلازا نظام خانواده دوستان عزیز، خانواده گرامی، مبتنی بر درک خودی انسان است. درک خودی انسان بسیار مسئله مهمه که باعث نظم و نسق و دیسپلین خانواده بشه و این یک حق است. خب ببینیم، دختر و پسر که تا ازدواج نکرده، اینا یک نوع وابستگی خاص برای خانواده خود دارن، برای پدرها، مادرها، خواهرها و برادرها خود دارن. اما زمانی که ازدواج میکنن، هم با حکم عرف، هم با حکم شرع، هم با حکم طبیعت، اینا زندگی اینا چیکار میشه؟ اینا زندگی اینا مشخص میشه، تشکیل خانواده میدن. پس هیچ مبنا و مجرای دیگه نداره که دختر تا ابد همراه پدر و مادر، بچه تا ابد همراه پدر و مادر زندگی کنه. خب ازدواج یک امر طبیعی است، امر حیاتی است. ازدواج هم عرف تایید میکنه، هم شرع او رو تایید میکنه، هم طبیعت او رو تایید میکنه. ازدواج نبود، ما و شما وجود نمی داشتیم، بشر رو به ازمهلال بود که قبلا عرض کردم خدمت شما. فلحاظا ای ازدواج یک حق است، marriage is legal right است، یک حق مشروع و قانونی، عرفی، شرعی و طبیعی هر انسان است. فلحاظا چیزی که برای زن و شوهر، دختر و پسره که تا زمانی که ازدواج نکرده، اینها درست است و وابستگی های بسیار عمیق به خانواده خود دارن و باید داشته باشن. یک، اما زمانی که ازدواج میکنن، دختر و پسر همون رقمی که عرض کردم، اینا تشکیل خانواده میدن، اینا از خود یک خانواده درست میکنن. دگه دگه اون وابستگی های مثل وابستگی های قبل که با پدرها و مادرها و خواهرها و برادرها خود داشتن دیگه نمی داشته باشند. اما با کمال تأسف، یکی از تشنجات شدید و عمیقی که بین زن و شوهرها امروز با مشاهده میرسه، با کمال تأسف اینه که دختر که ازدواج میکنه، بچه که ازدواج میکنه، با وجودی که همه میفهمن که اینا زندگی اینا جدا از زندگی برای خود میسازن، اما علایق و وابستگی دختر آنچنان به فامیل پدر و مادر و خانوادگیش است، درست مثل ای که ازدواج نکرده باشه. و پسر هم همین رقم، بعضی البته وابستگی شدید به خانواده قبل از ازدواج خود داره، یعنی به پدر و مادر و خواهر و برادرای خود داره. خب این چی چیز میرسانه؟ اینجا هست که اکثر جوانا بچه ها اینا رو بچه ننه میگن. بچه ننه به خاطر از اینکه زیر دستور پدر و مادر اصطلاحاً، یعنی از اونا دستور میگیرن، حالان که با حکم شرع، با حکم عرف، با حکم طبیعت، اینا هر کدوم از اینا تشکیل خانواده دادن، اینا از خود مستقل هستن. حالا با معنی از این نیست صحبت هم که علایق و وابستگی خود از پدرها و مادرها و خانواده های قبل از ازدواج خود علایق خود قطع کنن، این به اون معنی نیست. این به این معنی است که حالا در حد احترام پدرها، مادرها، بزرگان، مویسفدرها، خواهرها، برادرها و اقوام خشان خود باید داشته باشن، باید، این سله ارحام هسته. ولی اولویت که هسته به زندگی خود زن و شوهر هسته، باید هر نوع امتیاز اول به خانواده خود داشته باشن. و اینه که نظم خانواده پا بر جا میمونه و این به یقین بدانن که دختری که وابستگی های وقتی که ازدواج بکنه، وابستگی های قبل از ازدواج رو داره، اگر همونطور ادامه بده 6 ماه زندگی نه دوام نمیکنه. اصلا تا اینطور فکر میکنه که همون پدر و مادر و خواهر و برادر و فامیل پشتوانه ابدیتشان هسته، با شوهر ناسازگار میشه، دویده کرده فرار میکنه، میره به خانه پدر و مادر. این درست نیست. و بچه هم همچنان نازدانه بوده، خب به یک شکل تحمل این مسائل زندگی رو نمیفهمه. بعد از مدت کوتاهی زندگی زناشوهری، اینا کار به جای میرسه که از همدیگر دوست دارن جدا باشن و بالاخره خسته میشن. اینه که نباید وابستگی های زیاد داشته باشن، برای اینکه نظم خانوادگی رو داشته باشن. خب به هر صورت دوستان عزیز، قدر
زندگی های خود بدانین. خانواده های عزیز، عمرها بسیار کوتاه است، به قول این مردمان غربی میگن art is long, life is short. دامنه علم، دانش و فراگیری بی نهایت زیاد است، اما عمر متاسفانه خیلی کوتاه است. به این عمر کوتاه و این عمر چند روزه که ما و شما دارین، خصوصا در این جهان پرتلاطم، کوشش کنین که قدر همدیگر بدانین. و این دنیا اینطور نیست که هر کس به آرزوی کامل خود رسیده باشه. به این دنیا هیچ کس به آرزوی کامل خود نرسیده. و به قول شاعر میگه هر کس که بینی آرزو در خاک برد، ای خاک تو دیگر چی آرزو داری؟ یعنی انسان، هیچ انسان پیدا نمیشه که به آرزوی کامل خود رسیده باشه. و این آرزو را چیکار به خاک میبرادم؟ به هر صورت، پس چی به ما درس میده زندگی؟ میفرماید که زنده را تا زنده است باید به فریادش رسید، ورنه بر لوح مزارش آب پاشیدن چی سود. تا وقتی که ما زنده هستیم، همسر هم دیگر هستیم، زل و شوهر هم دیگر هستیم، هم قدر خود بدانین، هم قدر خانواده های خود بدانین، شیرازه زندگی خود خراب نکنین. این دنیا وفا بقا نداره و بیشتر از هر کس ضربه خود شما میبینه. شما که رابطه زن و شوهری خود خراب کنین، فکر نکنین کس دیگه ضربه پذیره، اول خود شما ضربه ببینه. درست مثل حسادت و ایناست که در بحثاش صحبت بکنین، یک حسود حسادت میورزه، یعنی به چیزی که او کس دیگه داره دوست داره از آن خودش باشه، اما این حسود به کسی که بخل میورزه، حسادت میورزه، او خبر نداره، او هیچ خبر نداره، زندگی عادی خود دوام میده. ولی تویی که حسادت میکنی، ضربه پذیر تو هستی، که اصلا حسادت در قلبت هسته و حسادت یک بیماری قلبی است. خب این فصل و باب دیگه هسته. لذا دوستان عزیز، هیچ کس نیست که به آرزوی کامل خود رسیده باشه یا برسه. اگر شما ببینید در این مراودات اجتماعی، یک انسان لاغر هسته، آرزو میکنم کاش که به کمک تن و توش درست بداشتم، اندام خوبتر بداشتم، یعنی قانونیه به لاغر بودن خود، میگه کاش که اندام گوشتی میداشتم، کمی چاق میشدم. اگر کسی که چاقه میگه خدای کاش که من این گوشت باره که من دارم، این تن و توش عظیم الجثه که من دارم، کاش من لاغر میبودم. خب ببینیم او به شکله، ای به شکله، او چی آرزو داره؟ اوی که لاغر آرزوی چاق شدن، اوی که چاق آرزوی لاغر شدن داره. کسی که مجرده همیشه آرزو میکنه که از عشق صحبت بگه، از شعر میگه، از شاعری میگه، که چی وقت به مقصد خود برسه تا ازدواج بکنه. اما وقت ازدواج کرد، نگاه کنین او باز از ازدواج خود شکایت داره و سم از ازدواج تیر میشه، برای طلاق اقدام میکنه. مجرد بودنش یک نوع چه آرزویه، برای ازدواج شدن و ازدواج شدنش پس آرزو میکنه که مجرد باشه. بر صورت کسی که فقیر مسکین، همیشه آرزوی ثروتمند شدن و پولدار شدن و اینا رو میکنه. اما زمانی که میبینیم بعضی ثروتمندا، پولدارا، اینا اصلا خواب نیست برایشان. به اصطلاح اینجا میگه you can buy a mattress but you cannot buy sleep. شما میتونیم یک ماتریس، یک توشک بخرین، اما خواب چه کار میکنه؟ اینا بستگی به روی روانی داره. شما میتونید یک کتاب بخرین، اما علم چی کار میکنین؟ یک کتاب آدم عالم نمیشه، علم باید زینه به زینه آدم فرا بگیره. خب صدها مسائل دیگه هسته. و یک سیاه‌پوست نگاه میکنین، آرزو عزیز داره که پوست سفید میبود کاش که. اما امروز ما خیلی سفیدای داره که اینا میرن تن میکنن، اینا میرن براون میکنن، خود جلد خود رنگه میکنن. خب ببینیم که او به چی شکل، ای به چی شکل، پوست شفاف لطیف خود کوشش میکنن که زبر بسازن، براون بسازن، رنگه کنن اینها. آرزو از او رو ببینیم، آرزو از او ببینیم. یک تیاد کسای هستن مهاجر هستن، آرزو هستن که به این سرزمین ها برسن، اما وقتی که به این سرزمین ها رسیدن باز ناله و شکایت دارن که این کشورها چنین است و چنان است و چیزا ارگانیک نیست و غذایش طبیعی نیست و بشر هیچ وقت قانه نیست که به این بخش قناعت هم ما یک بحثی دارن، باز انشالله به مرور زمان صحبت میکنن. یک کس شاغل است، شغل داره، وظیفه داره، شاکی است. بعضی ها شکایت میکنن که والا فلانی بیکار است و ولفیر است و افتاده است و پیسه رو گرفته بره قرار استراحت بکنه و گردش میکنه. اما شما از حال از این خبر باشیم دهان و مریضی و گرفتار است. خب به هر صورت پس
ده ها و صد ها مسائل دیگه هم هست که آدم بتونه من باب مثال اینا رو بازگو بکنه. ولی خانواده های عزیز، اینا فرمول های خوشبختی هست که این فرمول سومین فرمول خوشبختی که باعث استحکام روابط زن و شوهری میشه، همین مسئله نظام خانوادگی است که نظام خانوادگی باید حد خود انسان بشناسه، یک نظم و نسقی به داخل خانواده خود آدم به وجود بیاره. ما قبل از اینکه به پایان برنامه برسیم، میخواستم خدمت بیننده عزیز و خانواده های گرامی عرض کنم که ما سرویس های مختلف را 7 روز هفته در تورنتو به خدمت هموطنان عزیز خود هستم و مراسم نکاح و ثبت راجسترشن و ازدواج داشته باشین یا فرمه های اسپانسرشپ خانه‌پوری خواسته باشین بکنین و ترجمه اسناد و مدارک و یا نوشتن ویل یا وصیت نامه یا تستیمونی، ما در خدمت شما هستم. 416-876-8770. با پایان برنامه هستیم. تشکر میکنم از هیئت مدیره تلویزیون جهانی امید 24. تا برنامه بعدی، خدایا رو نگهدار همگیتون. تشکر.